سلام، آرزو هستم از فالکدی آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما همراهان همیشگی فالکدی آرزو. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنین. خداوند براتون بهترین ها رو رقم بزنه، تک تکتون به خواسته های قلبیتون انشالله که به زودی برسیم و دلتون شاد باشه انشالله. امروز اومدم با یک فال قهوه کلی، فال قدرتمند و قوی، فال اصالت دار، فالی که اگه نیت کنین متمرکز بشین توی این فال به احتمال زیاد فالی که جواب میگیرین. چرا میگم احتمال زیاد؟ چون این فال جنبه کلی داره، طبیعتاً شامل همه نخواهد شد، ولی امیدوارم بهترین هاش برای تک تک شما نازنینان رخ بده و جواب نیتتون رو بگیرید. در انتها چنبرگه براتون ورقه پاسور میکشم تا پاسخ نیتاتون رو بگیرید. به امید خدا لطفا نیت کنید تا مثل همیشه با نام خدای مهربون مرفارمون رو شروع کنیم. با انرژی های مثبتی که به من انتقال میدین انشالله فال خوبی رو با هم خواهیم داشت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خب اولا سر بهتون خبر بدم، اولا شماره بهتون بگم تا عجله چشمم نرفته. شماره هایی که 091 شاید 2 تا 1 داشته باشه، 39 دوباره و 6 داره، خبر براتون افتاده، روشن افتاده. انشالله که خبر خوش دریافت خواهید کرد. انشالله تو نفر به زندگیتون دارن بعد جور سرک میکشن یا سر از کارتون، سر از زندگیتون، سر از ارتباطتون میخوان در بیارن. خانمی رو پشت بذار، دیواره زندگی روشن مثبت دارم ببینم تو دو وعده آینده، دیواره زندگی و موقعیتی که الان داری توش زندگی میکنی و فضایی که زندگی میکنی رو ترک میکنی. میتونی شهر و دیارتو ترک بکنی، از این شهر و کشور بری، میتونی از این خونه و کاشانت بری، به هر حال از این دایره ارتباط زندگی خروج میکنی، میتونه حتی محرمیت و ازدواج و کار رو هم حتی معنی بده. پس تو دو بعدی نزدیک منتظر اتفاقات قشنگی باشین. ترازوی که به روشنی براتون دارم ببینم و شما رو از یک سردرگمی تو دو بعدی آینده بیرون خواهد آورد. در سری حالت بلا تکلیفی هستی یا نگرانین از اینکه این رأی و حکم نفعتون صادر میشه یا نمیشه. ترازو روشن، سردرگمی و عدد دویی که داره نشان میده یه صلح آشتی براتون افتاده. یه جایی با هم دیگه ببینید دو نفری که در مقابل هم قرار میگیرین، کسی که میاد با درمیونی میکنه به شما رو آشتی میده، با آشتی که یک طرف حالا این فرد یه پای بزرگ مردونه دارم ببینم، یعنی یکی از طرفین که داری با هم بحث میکنی یا بگو مگو داری و با هم مشکل داری و با وساطت کسی قضیه حل و فصل میشه، یک طرف از اون افراد آقایی هستش که رابطتون دوباره شکل میگیره، آشتی افتاده براتون. کبوتر داره براتون خبر میاره، خبری که قدری زمان میبری ولی به دستتون میرسه یا به گوشتون میرسه و دلتون رو شاد میکنه. متعهد به راهی که هدفی که دنبال میخواستیم بکنی یا اقدامی میخواستیم بکنی به تعویق افتادی یا به مشکل افتادی، هم راه روشنه هم حتی تعویقش روشنه. یعنی شاید صلاحتون بوده که این عقب بیفته، یه خیریتی توش بوده که این عقب بیفته، راه براتون باز، گشایش راه رو براتون دارم میبینم و از این اتمام این قضیه دیگه شما وضعیتتون مشخص خواهد شد. و ماهی براتون افتاده، به چه روشنایی رزق و روزی که سرازیر داره میشه به زندگیتون، انشالله پوری به دستتون میرسه که دلتون رو شاد میکنه. ماهی کوچولویی داره میره، مثل ماهی قرمز کوچولو، ولی ماهی پول رزق به دستتون داره میرسه و انشالله که شادتون میکنه. مریم، میم، ری، می، یه میم، نامی که حالا خانمی آقایونی که این حروف این اسم رو دارن تو نام خانوادگیشون یا تو فامیلیشون هستش، به هر حال از براتون خبر افتاده، روشن افتاده، انشالله که اخبار خوشی دریافت میکنی، یا این حروف تا اسم و فامیل افرادی که هست خوش خبری افتاده. امید، الف، میم، یه، دال، امید، اسم فامیل آقای خانمی که این حروف توش هست یا این اسمشون هستش، براتون باز خبر خوش افتاده و یه میم تنها با یه هم وسط افتاده. میم یه، دوستانی که میم و یه دارین راه دلی احساسی افتاده یا راه دلی که شادی قلبی به شفافی زیرش براتون نقش بسته، خوشحالتون خواهد کرد. روی مسئله دینی پافشاری میکنیم، براتون روشن افتاده و یک سند
سندی که وضعیت قانونیش بلا تکلیف بوده یا سردرگم بوده یا سندی که رو هوا بوده بلا تکلیف بوده، وضعیت یک موضوع سندی مثل زندگی، مثل ازدواج، مثل خرید و فروش، مثل یک معامله، مثل یک قرارداد برای تهیه خونه، برای تهیه ماشین، معامله، قرارداد، هر چه که هست، یه بلا تکلیفی مشخص بشه. مثلث عشقی و مهر جدایی افتاده. به خاطر شخص سوم جدا میشین یا بعد از شخص سوم، شخص سوم مثلث عشقی به شما میپیونده. شما یه محرمیت دارین. مهر کدر، مهر روشن، مثلث عشقی با شخصی که تو رابطه هستین، حالا مجردین، گذشته دار هستین، متعهلین، در هر حالت یک محرمیت براتون افتاده بعد از جدایی. کنار یک مهر سیاه یک مهر روشن افتاده. برگردینی ببینیم چی برامون نقش بسته. بسم الله. احساستون بد نیست، ولی انشالله که بیشتر از اینا همدیگر رو دوست داشته باشین، کنار هم باشین، با هم باشین و همدیگر رو دوست داشته باشین انشالله. خب توی رابطه یا توی زندگی مشترک دارم براتون ببینم کارتون به جدایی میکشه. چشمهایی هم که منتظر از شما جدا بشین. خانمی که همچنان بعد از جدایی چشمش هنوز به این زندگی هست، یه تعلق خاطری به این آقا داری نه، بچه رو پشتش خواهیم کرده. آقایی که بچه رو پیش خودش نگه داشته، بچه‌ای که پیش پدره و خانمی که دایره زندگی رو ترک خواهی کرد، جدا خواهی شد، اما چشمت به زندگیته، به خاطر بچه‌ت، به خاطر فرزندت، چیزی که پشت سر این آقا دارم ببینم، فرزندت، یعنی از این زندگی میری بیرون. مهر جدایی خورده خواهد شد، ولی چشم داری به زندگی گذشتت، همسرت، اونم نه به خاطر همسر، به خاطر فرزندت دارم میبینم. شخصی بوده بوده داره ورود میکنه به زندگیتون، حالا آقا یا خانمی که داره وارد میشه به زندگی و یه حامل خبر خوشه. حالا یا خودتون هستین در حال بودو داری میای به زندگیتون خبر خوشو بدین، یا شخصی حامل خبر خوش برای شما و یا زندگی شما خواهد بود. خانم هایی که موهای قهوه‌ای خرمایی تقریبا یا تقریبا قطری هم قطری، شاید بلند موهاتون باشه، الان بلند که میگم تا سر شونه باشه، در براتون میبینم شما همینطور به همین ترتیب ورودتون به یک زندگی رو براتون افتاده، ولی با هر کسی که دارین ما میشین، یکی میشین، الان یه قدر بینتون حالا مشکل وجود داره، یه قدر بینتون فاصله افتاده. همدیگر رو دوست داریم و همدیگه احساس داریم، میخواییم با همدیگه محرم بشین، ازدواج کنیم، با همدیگه ما بشین، یکی بشین، زندگی رو تشکیل بدین، اما الان بینتون یه کدورتی مقطعی هست، گفتم مقطعی تمام میشه و محرمیتتون شکل میگیره. یکی از مشکلات مهم زندگیتون به زودی برطرف خواهد شد. شخصی که گذشته دار هستش یا در آستانه جدایی هست، با ورودش براتون مشکل ایجاد میکنه. پس خانم یا آقایی که گذشته داری یا در آستانه جدایی هستی، براتون داره مشکل ایجاد میکنه، جنبه هشدار داره بهتون میده، حواستون رو لطفا جمع بکنی. از یک فرزندم، البته که از یک فرزند نه، خودتون یا فرزندی در اوج یا بر بلندا قرار میگیره، بر یه موفقیت دارم براش میبینم. و دیگه براتون اینجا چیزی که براتون افتاده، کسی میخواد تو کسی زهرشو بهت نزنه ولت نمیکنه. مار روشن دارم برات میبینم، خودی هم هست، غریبه نیست، مار بیگانه نشن. هر کسی که هستن ایشون میشناسیش، باهاش ارتباط داری، کسی که باهاش شاید حالا ظاهرش نشون میده که خیلی هم دوستت داری و باهاتون وانمود میکنه خیلی هم باهاتون خوبه، خوشه، ولی عملا چشم دیدنتون نداری، یا یه کینه یا یه دشمنی باهاتون داره، خودی دارم صحبت میکنم، و تو زهرش رو نزنه ولتون نمیکنه. خانم یا آقایی که خانمی که پشت موهات انگار بسی، داری به سمت یک موفقیت داری میری، درخشیدن، مطرح شدن، عنوان شدن داری میری، حرکت در مسیری داری میکنی که شناخته میشی، مطرح میشی، عنوان میشی، یا به یه درجه از احترام، عزت، بزرگی میرسی که همه در مورد شما صحبت میکنن. میتونه تحصیلی باشه، کاری باشه، اجتماعی باشه، تو هر زمینه ای ازدواج موفقی باشه، هر چه هست به همون سمتی داری قدم برمیداری که درخشش برات افتاده.
رد پای مثبت و روشن شخصیت تأثیرگذاری که الان توی زندگی شما هست و باعث لبخند شما توی زندگیتون میشه. خانم یا آقایی که میخندی، شاد میشی از حضور این شخص، از پای این شخص یا قدم گذاشتن مثبت ایشون یا حرکت مثبتی برات انجام میده که لبت خندان شد میشه و شاد خواهی شد. یا کسی تأثیرگذار توی زندگی شما الان حضور داره و باعث شادی و خوشحالی شما میشه، وجودش حس خوبی به شما میده. این هم میتونه بشه فندک افتاده براتون، هم میتونه حکم خطر رو داشته باشه، هم میتونه برای افرادی که اهل سیگار و سیگاری هستی ممکنه یه تایمی سر به بالین بزنه. انشالله که بلا از سکته تو خانواده ها دور باشه. انشالله ماهیت شخصی به زودی توی راه دادگاه و قانون یا زیر ترازوی عدالت براتون رو میشه. یعنی اگه کسی داره بهتون دروغ میگه یا هر کار یا چیزی رو مخفی کرد یا با دروغ با مخفی کاری داره راهش و مسیرش رو پیش میبره، کار قانونی دادگاهش رو پیش میبره، ترازویی که روشن و دماغی که زیر ترازوی رو خواهد شد. دستش در حالا ممکنه تو راه دادگاه، تو راه قانون، جلوی قاضی، جلوی وکیل دستش براتون رو خواهد شد و روشن روشن حکمی که براتون به مثبتی و روشنی ساده میشه. پس استرس از خودتون دور بکنین اگر شما اون شخص نیست. وسط دل زندگی قلب سیاهی که براتون افتاده، اگه الان دل شکسته این، اگر الان غمگین هستین، اگه ناراحت هستین، دورش رو خودتون ببینین چه حاله قشنگ روشنی براتون افتاده. پس ناامیدی نداشته باشین، چه اتفاقات قشنگ پیرامونتون رخ میده که دل شما رو شاد میکنه. یه نل افتاده روی نل، یه نگین افتاده، میتونه یک ازدواج، یک خوششانسی توی یک ازدواج باشه، میتونه ازدواج بسیار موفق رو معنی بده، میتونه شخص مقابل با شمایی که داره ازدواج میکنه یا شمایی که با شخص ازدواج میکنی یک ازدواج ایدئال و موفق داشته باشی، دیگه خوشحال راحت زندگی بکنی، بی دغدغه در آرامش زندگی بکنی، حس خوب از هم دریافت کنی. فراز و نشیب براتون افتاده ولی به چه روشنایی. یک راه رو دارید با سختی بالا و پایینش رو طی می‌کنید. برای چی؟ برای اینکه دارید میری زیر یک سختی که شما کاملا به آرامش خواهید رسید یا ذهنتون کاملا آرامش پیدا می‌کنه. یعنی الان دارید به جون می‌خرید این بالا و پایین رو، با دل خوشم دارید فراز و نشیب طی می‌کنی. یعنی اگر سختی دارین، حالا تو قضیه پولی، مالی، بروبیایی دارین می‌کنی، بالا و پایینی رو دارین انجام میدین، فراز و نشیب که به روشنایی دارم ببینم، ولی در جایی زیر سقف مستقر میشین که ذهنتون یا فکرتون آروم میگیره، آرامش براتون نقش بساره. میتونه هر شهر، کشور یا حتی سقف کاری، دانشگاهی، خونه، هرچی معنی بده. دو تا چشم دارم میبینم دورا دور، حواسش به شما هست و شش وعده آینده متوجه حضور شخصی میشین که چشم زندگیتون به مالتون، به اموالتون داره. امیدوارم که معنی سرقت نده ولی جنبه هشدار داره، حواستون لطفا جمع بکنید. خب از احترام داره صحبت میکنه، عصایی که نه عصایی کمک و حامی باشه، عصایی که به نشانه مثل پادشاهی دارن ببینم، قدرت بزرگی در نشان میده، خصوصا که در مقابلش شخصیت قدرتمندی دارن ببینم. پس میشه از به عزت رسیدن، به احترام رسیدن نمیدونم، یا پاداش گرفتن، یا با یک شخص قدرتمندی در مقابل یک شخص قدرتمند قرار گرفتن، هر چه ازش برای شما اتفاقات قشنگی رو رقم میزنه، یا یک شخص قدرتمندی که قابل احترامه یا شخصیت با نفوذی الان با شما در ارتباط یا با ایشون در مقابل ایشون قرار میگیره، شاید یک دیدار و ملاقاتی با همچین شخصی داشته باشه. میتونه ایشون کسی باشه کار شما به واسطه ایشون انجام میشه یا برای کاری حاضر میشین، یا میتونه یک شخص احساسی یا شریک زندگیتون براتون باشه. خب دماغ رو نگاه کنی، شخصی که گوشش رو نگاه کنی، دماغش رو ببینی، حواستون جمع کنی، شخصی به زندگیتون ممکنه بود، ممکن که نداره ورود میکنی یا قصد ورود داره، ببینیم خودش یه عالمه مشکل داره، پشت سر مشکلاتی که دارم میرم رو به رو هم داره با شما با دروغ با مخفی کاری داره ورود میکنه و اصلا میگم شخصیت ماهیت خیلی دروغوی قطعاً تو اسم یا فامیلش حرف ای داره. حالا این ای انگلیسی نوشته شده، هر ای رو میتونه معنی بده. کسیه که با شما صادق و رو راست نیست، خانم یا آقایی که غرق مشکله،
یا مشکلاتی رو داره، الان به مشکلاتش پشت کرده، داره میاد با شما باب آشنایی، باب کاری، باب ارتباطی، احساسی، هرچه باز بکنه، ولی هدف داره، نیت داره، آدم صادق و رو راستی نیست. مواظب باشین لطفا. پارک حالا فضای سبز براتون افتاده و جایی که شما میرین استراحت میکنی، یعنی یه تایمی رو به خودتون اختصاص میدین برای آرامش، برای استراحت. ببینید انگار که مثلا حالا نگوشی کتاب یه چیزی هم تو دستتونه، یه جایی که دارین توی فضای سبزی که استراحت میکنی یا دارین با آرامش، حالا یا با گوشیتون، همینطور معمولا گوشی دیگه کتاب باید بنویسه مطالعه کسب بکنه و یه همچین چیزی تو دستتون، بس یک فضایی رو به شرایط رو به خودتون اختصاص خواهید داد به زودی برای یک. ببین لبتون خندان، حس خوب رو میگیرین، یه ذره از دنیای پرمشغله خودتون رو دور میکنین، فاصله میگیرین، توی جایی که استراحت کنین، دراز میکشین، میگم یه گوشی یا یه کتابی هم داری میخونی و لبتون خندان خواهد شد. پس یه تایمی رو به خودتون اختصاص بدین برای اینکه ذهنتون یه قدری آزاد بشه. تا 30 روز آینده راهی براتون باز میشه، این راه میتونه برگرده به یک قطعی، کاتی، جدایی یا هر چیزی که الان راهی که بسته بوده. معذرت میخوام، همین که سلطم رفت نشد. تا 30 روز آینده راهی براتون باز میشه، برمیگرده به کسی که قطع ارتباط بوده، کاتی بوده، جدایی بوده، هر چی بوده، راهی که کدر بوده یا راه بستهی بوده، راه براتون باز میشه و گشایش براتون افتاده، یه راه باز و قشنگ دارم براتون میبینم. یه آقای سن و سالداری اینجا افتاده که حالا یا ایشون همسرش رو از دست دادن یا خانمشون پشتشون، آخه پشت دارم میبینم، حالا یا تنها هستند، اینطوری بگیم، یا آقای تنها، یا آقایی که خودش خیلی، آقای سندار مسن صحبت میکنم، خیلی نگران شماست، خیلی دلواپس شماست، چشمان نگرانی که از دور داره حواسش به شما هستش، حالا یا نگرانتونه یا چشم انتظارتونه یا حواستون بهش باشه، همچنین آقای سنداری رو تنها دارم میبینم، به تنهایی دورا دور حواسش به شما هست یا نگرانی شماست. کلیدی که به نشانه گشایش در نهایت سیاهی افتاده براتون، این حالا خرید میخواییم بکنی یا سبد خریدی رو دیدین، چرخی که وسایل رو خرید میکنین توش میریزین، شاید چون پول براتون افتاده، پولی به دستتون میرسه ولی انقدری که شما فقط بتونین یه قدری از مایحتاج زندگیتون رو تهیه بکنین، بس یه پولی به دستتون میرسه، اما این پول پولی نیست که شما روش حساب کتاب باز کنین. اینجا رو دارم میگم، تو فنجون رو نمیدونم چی میبینم، اینجا الان یه پولی به دستتون دارم ببینم میرسه که فقط در حد یه چرخ خریده، اینقدر که بتونیم بریم چند قلم از اقلامی که نیاز داریم برای مایحتاج زندگی رو تهیه کنیم، پس این پول به زودی به دستتون میرسه. خیلی سختی داریم میکشن، خیلی داریم با سختی داریم مقابله میکنیم، خیلی سختی ها رو تو زندگی، تو کارتون، تو رابطتون، تو اجتماع، تو هر وضعیتی که الان سختی میکشه، تو هر شهری، تو هر کشوری، تو هر جایی که الان مستقر هستی، سختی دارم براتون میبینم، سختی هایی که تمام خواهد شد، اما زمان افتاده، یک تایم زمان میبره ولی شما به آرامش میرسید. صبوری کردین، میدونم، نگین صبر، چقدر صبر، صبر کردین، صبوری کردین، ممکنه خیلی هم صبوری بزن کرده باشی، اما دارم بهتون این مژده رو میدم، پایین این تونل سخت یا این دوران سخت به اتمام میرسه و پایینش روشنایی افتاده، یعنی شما اتفاقات قشنگ قطعا براتون رقم خواهد خورد، خبری به گوشتون میرسه که متحیرتون میکنه، خبری که بهت زده دارم ببینم بتون، این خبر از بیرون داره ورود میکنه، چون شما چشماتون خیره به بیرونه، یا منتظر یک خبر از بیرون هستی، منتظر یک اتفاق از بیرون هستی، منتظر یک رویداد از بیرون هستی، هر چه که هست خبری که چشمهای شما خیره خواهد شد، انشاءالله اتفاق قشنگه براتون رقم بخوره. نوه دار میشین، دوستانی که نوه، حالا نمیدونم تو جمعمون مادر بزرگ هستیم، میخواییم مادر بزرگ بشین، نوه براتون افتاده، به چه قشنگی که داره به زندگیتون ورود میکنه، انشالله که دلتون شاد بشه. و دیگه یه خانم خشمگین، راه احساسی دلید بسته است و عدم موفقیت توی رابطه رو برادرم میبینم، اون شخص رفته دیگه، بهش فکر نکن،
باز روی صحبتم با تعدادی از دوستانه، شخصی که خشمگینت میکنه، یعنی بودنش نبودنش فکر میکنم به صلاح شماست تا بودنش، شخصی که ترکت کرده، راه دلیت بس از خشمگین دارم میبینم، با یک تایم خیلی کوتاهی راه دلی احساسی قشنگ برات باز خواهد شد. مجید خبر براتون افتاده، از کسی که میم جه یه دال مجید نامی خبر براتون افتاده. هر خبری هست یا خودش یادمه بسیار مثبت و روشنیه، یا یک حرکت بسیار مثبت و روشن برای خود این مجید آقا یا آقا مجید یا خانومی که تو نام خانوادگی میم جه یه دال داری، خانم آقا، براتون اتفاق قشنگی رقم میخوره، یا شما یادمه بسیار مثبتی از یه حرکت بسیار مثبت میخوای روشن برای شخصی برداری. برحال عجز از اتفاقات روشن داره صحبت میکنه. انگشتر براتون افتاده، یک محرمیت، یک ازدواج خیلی قشنگ براتون دارم میبینم و خوشبخت و عاقبت بخیر بشین. سختی هایی که به اتمام میرسه انشالله و یک شخص تأثیرگذار ببینیم. حالا این نماده چیزیه که دارم تفسیر میکنم، شخصیت تأثیرگذاری داره به زندگیتون ورود میکنه، یا یک شخص قوی قدرتمند، کسی که میاد با ورودش توی زندگی شما رو تحت تأثیر قرار میده. حالا میتونه همسر باشه، میتونه برادر باشه، پدر، کاری باشه، شخص احساسی باشه، هر کسی که هست، یا وکیل باشه، نمیدونم پزشک باشه، هر کسی که با ورودش یا قدم گذاشتن به سمت شما یا حرکت برای شما یا قدمی به سمتتون داره برمیداره، داره میاد به سمت شما، به شخصیت قدرتمند، قوی و مثبت و تأثیرگذار دارم صحبت میکنم. انشالله که منتظر هر کسی هستین، حالا هر شخصی، هر کسی که هر حرکت مثبتی براتون انجام بده یا با حضورش تأثیرات قشنگ و مثبتی براتون برداره، به زودی رخ بده، این اتفاق داره رخ میده. و دیگه چیزی که براتون افتاده، پول براتون افتاده از ترازو و راه دادگاه و قانون، به زودی به دستتون میرسه. از کانال قانون مالی طلب دارین، مالی باید به دستتون برسه. از قانونی ترازو حتما قرار نیست دادگاه باشه، از یک ارگان دولتی، از یک جای رسمی، جایی که به دولت و قانون و اینا ربط داره، شاید از بانک باشه پولی داری میگیرین، این میتونه معنی بده. پولی که به زودی به دستتون خواهد رسید، زیر دست براتون افتاده، شاید هم خیلی ناامید هستی از رسیدن این پول، ولی این پول به دستتون میرسه. کسی سرش رو انداخته پایین و این سر پایینیش، نگاه به سر پایینش نکنی خانم، آقایی که کنار همدیگه هستین و حالا آقایی که از کنار همسر، حالا من لب خندان دارم برای ایشون میبینم، آقایی که خوشحال از کنار خانمی بودن، خانمی که چشم از این آقا بر نمیداره، آقایی که به ظاهر سرش رو انداخته پایین، ولی خانمی که همسر یا با شخصی به شخصی تعلق خاطر داری عزیزم من، خانم نازنین من، و دارم میبینم که چشم از این آقا بر نمیداره، آقایی که از همسرت قدری یا از شخص احساسی که با شما هستی قدری جوانتر، کشیده تر، جوانتر، چشم از هم دیگه بر نمیداره، ولی یه راه ارتباطی بینتون برقرار خواهد شد. یا محرم داری یا به کسی تعلق خاطر داری، آقایی که تقریبا میان سال، لب خندان، ولی شما با شخصی که جوانتر هستش ارتباط برقرار. سیاهی قالب رو من دارم براتون میبینم دیگه، خودتونم داری اینو میبینین و دماغش هم که داری میبینین. پس اگر کسی براتون قول وعده یه حرکت مثبت داده مرتبط با هر مسئله و موضوعی، این کار شما رو من انجام میدم، دماغش هم خودتون ببینین، چشمش، اینم دماغش. آیا این شخص میتونه برای شما کاری انجام بده؟ نه. پس اگه تو جهت منفی برای یه هدف مثبت، جهت منفی برای یک راه مثبت قدم برداشتین، نمیتونه، نه که دروغ بهتون گفته باشه، نمیتونه، شاید هم واقعا دروغ بهتون گفته، نمیتونه، ایشون از پس این کار بر نمیاد. اگر جواب گرفتین برین، ادامه بدین. روی صحبتم با تعدادی از دوستانی که تا به الانی که یه حرکت منفی انجام دادین و منتظر بودین تا الان که جواب بگیرین و نگرفتین، دروغ بهتون گفت. ول کنین دیگه، تمام، دورشو قلم بگیرین، دوباره دنبال یه کار دیگه نرید، بدترش نکنین، زندگیتون رو خرابتر نکنین، دعا رو با دعا جمع نکنین، منظورم دعاهای منفیه، حالا نمیدونم جادوی چی و چی دیگه، کار نداره.
خب یه آقایی که تعریش داره، ریش داره، راه دلی احساسی که بسته یا نمی، ببین جلو رو راه دلی تو بسته دارم ببینم، یا کسی نمیخواد علاقه من به کسی بشی، یا خود جلوی چشم تو بسته که دیگه به کسی احساس پیدا نکنی. شاید تجربه تلخ از یک زندگی داری. شاید الان توی یه پشت، نمیدونم حالا، ببینی پشت توی یه سقفه که در افتاد، شاید یه پیشینه بدی داشتی، یه گذشته، یادآوری گذشته دردآور، زجرآور، با یه کسی توی رابطه احساسی بودی یا توی زندگی مشترک بودی که دیگه نمیخوای تن به این کار بدی، ولی روبروت یه قلب قشنگ برات سفید و روشن نقش بسته. پس اشتباه نکن، همه بد نیستن، همه بدی در حق کسی نمیکنن، هم برای خانم های معنی داره، هم برای آقایون. روبروی این آقا من الان دارم روشن ببینم، این کدری رو از جلو چشمت بردار، دیده بد رو از نسبت به آینده از جلو چشمت بردار، چون قلب قشنگ روشنی که روبرو نقش بسته. یه رابطه دلی احساسی. دوستانی که حالا نمیدونم یه روی چرخی نشستین و ناراحت، حالا این روی چرخی که دارم ببینم بهتون، یه صدقه برای خودتون بدین. حالا یا نمیدونم، یا روی چر ویلچر همچین حالتی، شاید توی حالت هستین، یا کسی رو داریم به دیواره زندگیتون که روی ویلچر میشینه، یا حالا روی صندلی میشینه، یعنی حرکت برای سخته. حالا هر بیماری رو میتونه معنی بده ها، دوره جون معنی بعد نمیتونیم بدیم. مثلا دوره جون مثال عرض میکنم، تصادفی کردی یه تایمی اینجوری داری حرکت میکنی، یا بیماری داری نمیدونم حالا که مجبورین نمیتونین روی پا حرکت بکنین، مجبورین با چرخ حرکت بکنین، روی صندلی چرخ تار نشستی، ولی لبتون خندان دارم ببینم، یعنی چیزی نیست که عذاب‌آور براتون باشه، ناراحت کننده براتون باشه. انشالله که سلامتیتون رو به دست میاری، انشالله. شخصی تو بغلتون خوابیده، یعنی شما خندتون شاید به خاطر این هستش که کسی کنارتون هست و ترکتون نمیکنه. حالا این شخصی که کنارتون خوابیده، روی سرش رو روی پاتون گذاشته، همون تو اون حالتی که روی صندلی هستین، دور و براتون شلوغه، متأهلین، یا با کسی در ارتباط، یا تو جمع خانوادگیتون همه دوستتون دارن، اینو میخوام بگم، یا متأهلین و فرزندانن، یا تو جمع خانوادگی همه علاقه بهتون دارن. یه محرمیتی که ازدواج فوق العاده قشنگ براتون افتاده، خانم آقایی که چشم از همدیگه بر نمیدارین، و یک ازدواج فوق العاده زیبا و قشنگ دارم بهتون میگم، فوق العاده قشنگ و زیبا، روشن، خنده از لبتون نمیره، انشالله که تا ابد در کنار هم بخندین، شاد باشین. خانم آقایی که کنار همدیگه نقش بسین روشن، روی سر خانم یه حالت نیمتاج دارم میبرم، یک ازدواج فوق العاده ایدئال. ببینین هر کسی از یه ازدواج معنی ازدواج رو متوجه میشه و شاد میشه. پول برای هر کسی یه معنی داره، این ازدواج هم برای هر کسی یه معنی داره. یکی با میلیارد میلیارد پول احساس رضایت میکنه، یکی از این که یک شخصی همینطور بخنده شاد باشه، یه تاج بهش احترام بذاره و حداقل پولی هم حالا برای امرار معاش داشته باشه رو براش کفایت میکنه، کافیه، راضیه به همین، رضایت داره. پس برای هر کسی یک معنی داره. خانمی که دستت به زودی رو خواهد شد، خانمی که در آستانه جدایی هستی یا جدا شدی یا مطلقه یا بیوه هستی، مهری که روی سرت دارم ببینم، با هر کسی که داری روبرو میشی به شخصی وفادار نیستی، یا از کسی چیزی رو داری دروغ میگی، شخص مقابلت هم عیناً مثل خودته، منتها شما دستت رو میشه، شما این قدرت رو نداری که در خفا چیزی رو قایم کنی، شخص مقابلت مهارت اینو داره که به دروغ بگی یا از چیزهایی رو مخفی کنه، ولی شما متوجه نشی، یا زمانی متوجه بشی که شما رسوا شدی، بعدها شما متوجه این بشی که اون شخص هم به شما خیلی با شما خیلی صادق نبود. و هیچ شکم برجسته بارداری براتون افتاده، ولی زمان بارداری که همین الان 27 تا 27 روز آینده، یا تا 27 روز آینده، حالا این بارداری دو تا چیز میشه، یا بارداری واقعا بارداری نه تا 27 روز آینده، یا تا 27 روز آینده نشان از بارداری شما، شکم برجسته دارم میبینم، یا تا 27 روز آینده شما متوجه بارداریتون میشین، یا تا 27 روز آینده این شکم بزرگ بارداری فارغ میشین، به سلامتی انشالله، مبارک باشه قدم فرزندتون، یا این بارداری
نشان از این هستش، این غم، این قصه ای که تو دلتونه تا 27 روز آینده تمام خواهد شد. یعنی بچه‌ای که متولد بشه، بچه رو به دنیا بیاری، شما از غم فارغ بشین تا 27 روز آینده. و سه تفسیر برای سه گروه هست دوستان، که هر کدوم جواب خودتون رو بگیره. یه گره روشن براتون افتاده، مرتفع میشه، نگران نباشی. یا اگر توی راه و مسیری که به مانع و مشکل خوردی، گریه که به زودی برطرف میشه. شخصی که روی صندلی نشستی، ول کن اون صندلی نیستی. یا وارد بازار کاری میشی که قدرت یا کارت رو از دست نخواهی داد. یا الان یه سمتی داری یا یه کاری داری که از جا تکون نمیخوری. یعنی نگران نباش، موقعیت کاری همچنان حفظ خواهد شد. از یه شخص راه دور خبر براتون افتاده، هر خبری که هست از راه دور دارم براتون میبرم تو سه وعده آینده افتاده. دوستانی که قطع امید کردی نسبت یک بدشانسی، یا یه بدشانسی واقعا اووردین، یه حرکتی گندم رزق یه بدشانسی از یک پولی مالی رو از دست دادین، یه روزی رو از دست دادین، یه بدشانسی مرتبط به یه قضیه پولی مالی براتون افتاده. این بدشانسی رو براتون دارم میبینم. بالای سرتون پول افتاده. یعنی اگه یه بد آوردین، بدشانسی آوردین، یه پولی رو از دست دادین، ولی نگران نباشین، این پول میره، ولی بالای سرتون پول افتاده. یک مالی رو میره، ولی یک مالی جایگزین براتون افتاده و از یک سقفی داره مالی به دستتون میرسه. انشالله یک کوچولو وقفه افتاده، یک کوچولو زمان میبره، ولی مال به دستتون میرسه. توی یک جمع شادی شرکت میکنین که شما هم شاد میشین. این شادی که دارم میگم نه از حضور توی اون جمع شاد میشین، نه، یک اتفاق قشنگ براتون تو چهار وعده آینده رو خواهد داد بابت حضور در یک جمع شادی. حالا این جمع جمع دوره همی شادی جوان نه از جمع خانوادگی، مراسمی، مناسبتی، عروسی، هر چه هستش، حضورتون جمع باعث شادی شما میشه. میتونی هر اتفاق قشنگی، کسی بهتون پیشنهاد کاری بکنه، کسی بهتون پیشنهاد یک سفر بکنه، کسی ازتون درخواست دوستی بکنه، کسی ازتون درخواست ازدواج بکنه، یا بالعکس آقایون براتون هر اتفاق قشنگی میتونه رقم بخوره و تا چهار وعده آینده می اتفاق رو خواهد داد انشالله. اگه تو ناحیه کمر، مهره کمر مشکل دارین، حتما خواهش میکنم به پزشک مراجعه بکنی. مرتبط به راه دلی و احساسی خروج افتاده. برای ازدواج شما بیرون میرین، دایره زندگی رو ترک میکنی، ولی خروجتون راه دلی احساسی، لباس عروس، قلب، راه دلی که بسته بوده، خواستگاری با اون شخص دارم صحبت میکنم، محرمیت با شخصی که راه دلی بسته شده، ازدواج افتاده برات، راه دلی بسته منتهی میشه به قلب شاد، لباس عروس. پس ازدواج و محرمیت، خانم آقایونی که راه دلیتون بسته است، محرمیت براتون نقش بسته. دروغ شخصی به زودی برملا خواهد شد، یا راز کسی به زودی برملا میشه. و یک نمیدونم چیه این کادو، هدیه، ببینین داره انگار به دست کسی، انگشتر، نشان کردن، همچین چیزی براتون افتاده. حالا خانمی که خندان، آقایی که داره یه انگاهی انگشتری رو تو دست کسی، یا انگشتری یه چیزی، یه نشان داره به دستتون میده، داره نشونتون میکنه دیگه، محرمیت رو داره معنا میده. خب از یه سقف کاری براتون خبر افتاده، ولی سقف کاری که حواستون لطفا جمع باشه، کسی که داره بهتون یه پیشنهاد کاری داره بهتون میده، پشت سرش دو نفر با همدیگه دارن در مورد شما دارن خوب صحبت میکنن. این شخصی که به شما پیشنهاد کاری رو میده، آدم خیلی روش حساب باز نکنی. پشت سره، یعنی توی قراری که با این آدم، ممکن اصلا بهتون یه وعده وعید داده، یا ممکن یه پیشنهاد یه کاری رو بهتون بده پشت گوش بندازه، شاید یه تایمی هم زمان ببره، ولی پشت اصلا این کاری نیست، این فقط در حد یه چیزی به شما گفته، یا فقط در حدیه که به شما یه پیشنهادی رو داده. در همین حد اون کسایی که تصمیم گیرندن، اون کسایی که تصمیم میگیرن برای استخدامش رو، یا برای کاری که میخواه، برایش کاری که گیری شما لنگمون هستید، یا باید کسی براتون انجام بده که کسایی باید براتون انجام بدن، دو نفر من دارم میبینم، اون دو نفر دارن در مورد شما صحبت میکنن تا برای شما کار شما رو انجام بدن و انجام بیدن.
این شخص حکم یک رابطه داره یا یه واسطه رو داره یا در حدیه که یه چیزی رو داره بهتون میگه برای کارتون. نقش اساسی رو دو نفر دارن که براتون قطعا انجام خواهند داد. اینم از فال اول یه عدد پول افتاده براتون و حمد افتاده، ستایش خداوند حمده، یا اسم فامیلتون هیمیم دال داره یا داره ستایش خداوند، به بزرگی خداوند شک نکنی، خدا رو صدا کنی، قطعا جواب خواهین گرفت. و یه پولی به عدد 5 براتون افتاده یا 5 درش داخله، چون تجاریش 0 افتاده، خیلی دور از دست نیست، به دستتون میرسه، میتونه تا 5 وعده آینده باشه یا مبلغ پولی که درش عدد 5 هم داخل باشه به دستتون میرسه. یه دیدار و ملاقات احساسی که به وجد میان یا پر در میارین. حالا یا این دیدار و ملاقات احساسی شما دارین بال در میارین یا با شخصی ملاقات میکنین که کار سفر، مسافرت، مهاجرت شما رو داره انجام میده و خوشحالی بی وصف شما از اینه. این هم میتونه معنی بده، چون روبروی شخصی که بال دارین در میاره، پر در میاریم، پر پرواز رو دارم میگم. پس یا از دیدار و ملاقات با شخصی شاد خواهید شد، هر کس که این نیت رو داره انشالله دلش شاد بشه، یا با کسی ملاقات میکنین که باعث برای حرکت، برای پرواز، برای سفر، برای مهاجرت شما نقش اساسی رو داره. اینم از فال قهوه، امیدوارم جواب نیتتون گرفته باشین و با لایک و کامنت جواب به من بدین، یه واکنش که من بدونم از زحمتی که برای شما میکشم، با جون و دل براتون فال میذارم، شما هم پاسخگو هستید. اما نیت کنیم برای ورق، لطفا نیت کنیم دوستان. نیت کنیم دوستان. خیلی اومده، اگه نمیذاشتم برات. بسم الله. خب خیلی خبرها براتون دارم، هم خوب دارم هم بد دارم، همه چی دارم. بریم ببینیم چی به ما میخواد بگه. اشاره که بهترین ها براتون رقم بخوره. خب اول از همه بذارید خبرای خوش دلی احساسی بهتون بدم، که دوستان که تو راه دلی احساسی هستین، راه دلی احساسیتون منتهی میشه به ازدواج و دلتون شاد خواهد شد. دوستان که نیتتون پولی هستش، به زودی مالی به دستتون میرسه که دلتون انشالله شاد بکنید. دوستان که تو محیط کارتون کسب و کار، یا کار ندارین بیکارین میرین سر کار، یا تو موقعیت کاریتون کسب و کارتون رونق میگیره، صبوری کنین و ببینین و ببینین چقدر قشنگ براتون راه باز میشه و اوزای کاریتون درست میشه. دوستانی که آقایونی توی زندگیتون، من الان هم برای خانوم توی زندگی افراد میبینم، هم آقایون توی زندگی افراد تعدادی دارم ببینم، توی زندگی افرادی آقایی حضور داره که تقریبا میان سال، آدمی که دست به جیبه یا لارج، یا اگه تا الان به شما نشان ندادی که یا وضع مادی خوبی داره، ولی سخاوت من صحبت دارم میکنیم، و اگه تا الان به شما هزینه نکردی و کاری براتون نکرده، یا شخص احساسی شریک زندگیتون، یا هر کسی که هست، برادرتون، هر کسی که هستن، ایشون شخصی هستن که سخاوت مندن، تی یک دوره، تی یک زمان متوجه ماهیت سخاوتمند ایشون قطعا خواهین شد و الان توی زندگی شما ایشون حضور پررنگ دارن، چه خانم ها چه آقایون، فرقی نمیکنه، ممکنه بر آقایون برادر، همکار، دوست، هر کسی، پدر، هر کسی معنی بده. آقایی تقریبا میان سال دارم ببینم. برای خانم ها مژده بهتون بدم، حضور شخصی به زندگیتون، ورود شخصی به زندگیتون مژده دارم میدم. کسی به زندگیتون ورود میکنه که دلتونو شاد میکنه، میتونه یک رابطه باشه اگر اینو خوب ازش محافظت بکنی، یا خوب با هم دیگه مسیر رو درست صادقانه با هم برین جلو، میتونه به ازدواج هم حتی منتهی بشه. حضور شخص سوم رو دارم بهتون هشدار میدم، حواستون جمع بکنی، یا الان ورود کرده به زندگی و رابطتون، یا شخصی سومی داره وارد یک رابطه یا زندگی میشه، جنبه هشدار حواستون جمع کنی. برای تعدادی از دوستان ممکنه کسی بهتون یه قول و وعده داده باشه، خیلی روش حساب باز نکنیم، ممکنه فقط در حد یک حرف باشه، فقط روش حساب باز نکنیم تا یه جایی بریم بعد یک مرتبه
تو ذوقتون بخوره بگن نه نمیشه. میخوام بگم محتاطانه قدم برداری تا مطمئنم نشدیم با هر کسی با همه در مورد این موضوع یا اون اتفاق یا اون خواستتون صحبت نکنیم. بسید این جواب قطعی رو بگیرین. یک سفر براتون افتاده، شما راهی میشین، یک سفر داخلی براتون افتاده. دوستانی که قطع ارتباط هستین یا قطع رابطه هستین یا با کسی قطع ارتباط هستین، براتون دوستی دارم ببینم. و یک راه و سفری که قلبن شادتون میکنی یا تو راهی که دلتون شاد میشه حرکت میکنی یا در مسیری حرکت میکنی که باعث خوشحالی قلبیتون میشه، حالا این حرکت و این مسیر هر راهی که باعث شادی شما میشه، کاری، احساسی، دلی، بارداری، ازدواج، جدایی، اجتماعی، هر چه میتونه، سفر، مسافرت، راه روشن، مسیر روشن، هدف روشن، نتیجه مثبت دارم صحبت میکنم. و دیگه براتون بگم که شخص آقای جوانی تو دل زندگی بعضی میبینم، تو زندگی تعدادی آقای تقریبا میانسال حضور داره، تو دل زندگی تعدادی دوستان آقای جوان مهربان خوش قلبی الان حضور داره. حالا میتونه فرزند شما، برادر شما، شخص احساسی شما، شریک زندگی شما، هر کسی میتونه معنی بده که حضورش باعث آرامش دل شما میشه، چون بسیار خوش قلب و مهربان دارم میبینمش. نظر نیازی کردین، انشالله که جواب خواهین گرفت. و دوستانی که توی یک زندگی پر تلاطم، پر هیاهو، ناآرام هستین، زندگیتون قدری به آرامش میرسه. حالا این آرامش رو خودتون دارین باید مهیا بکنین، آرامش دارم، یا این تلاطم و ناآرامی میتونه به خاطر حضور شخص سوم باشه یا ورود شخص سوم باشه، یا اینکه از این به هر حال این تلاطم برطرف خواهد شد، یا اینوری یا اونوری. پس شمایی که میتونید تصمیم بگیرید که این ناآرامی یا به هم ریختگی یک زندگی یا این دعوا یا بحث‌ها یا بگو مگوهایی که تو دل یک رابطه یا زندگی هست رو خودتون سامان بدید، یا اینوری یا اونوری، چون گفتم حضور پررنگ نقش شخص سومی توی زندگی دارم میبینم. حالا اگه شخص سومی تو زندگی تعدادی نیست ولی تلاطم و ناآرامی توی زندگیتون هست، کنارش خوشحالی افتاده، شاید به خاطر کسب و کارتون به هم ریخته یا مشکلاتی که الان داری به هم ریختی، آرامش براتون افتاده. دقت کنی اگر قضیه شخص سوم نیست، آرامش افتاده خصوصا تو زمینه رزق و روزی و کسب و کار. پس اتفاقات قشنگی که دارم براتون میبینم، دلتون شاد، راه و سفر روشن، راهی که براتون پر است و با موفقیت و خوشحالیه، خبرای خوش براتون افتاده، خصوصا پولی، مالی، احساسی براتون افتاده. و بازم دارم میگم حضور خانم، حضور آقای جوان، آقای میانسال تو دل زندگی تعدادی که همش هم روشن و مثبت و خوبه، یعنی از کنار هم بودن حس خوب رو دارین دریافت میکنین و اوضاع احوال کسب و کارتون انشالله که رو به راه خواهد شد. هشدار منم جدی بگیرین، تلاطم زندگی میتونه به خاطر حضور شخص سوم باشه و البته که یه ناآرامی، و اگر ناآرامی هاتون به خاطر مشکلات کاری، مالی، پولی یا هر موضوع مشکلی که به همه تون ریخته، انشاءالله که قطعی به آرامش میرسین، وضعیتتون ثبات پیدا میکنه. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، تا دیداری بعد، خدا نگهدار. فالکدی آرزو.